به نام خدا. درس 24 از کتاب درسی آموزش ترکی استانبولی از سری آموزش های هیتیت 1، صفحات 54 و 55 کتاب درسی. این درس پایان بخش 4 هست و در این بخش و درس 24 ما که مربوط به صفحات 54 و 55 میشه، ادامه افعال وجه حکایت و ادامه استفاده از یه سری پسوندها رو یاد میگیریم و یاد گرفتیم و در این درس با پسوند جدید ایله هم آشنا میشیم که در صفحه 55 کتاب هست. جدول این پسوند جدید در صفحه 55 کتاب آورده شده و در ابتدای درس اول به توضیح این پسوند می‌پردازیم. خب صفحه 55 رو باز کنید و جدول رو با هم چک میکنید. پسوند ایله هم مربوط به بالاچلار یا حرفهای ربط میشه و یا مربوط به ایلگچلر یا حرفهای اضافه میشه. یعنی این دو پسوند در این جور کلمات تفکیک میشن و چطور میان در این جور کلمات؟ معنی این پسوند اگر مربوط به ایلگچلر باشه با یا به وسیله هست و اگر هم مربوط به بالاچلار بود و به همراه و با هم، این معنیایی که میده. حالا در جمله به دو صورت وجود داره این پسوند، یا به کلمه میچسبه و یا اینکه جداگونه استفاده میشه. خب در جدول اگه نگاه کنید به مواردی اشاره کرده که خب الان توضیحاتشو میدم که چجوری میشه این پسوندها میچسبن و یا اینکه تغییر میکنن. وقتی به کلمه میچسبه به دو صورت لا و یا ل آورده میشه که با توجه به هماهنگی اصواتی پسوند صحیح رو استفاده میکنه. یعنی اگر آخرین حرف صدادار در کلمه نازک بود ل و اگر آخرین حرف صدادار کلمه ضخیم بود پسوند لا میاد و اگر حرف آخر کلمه در حالت چسبیده مسود بود حرف ی میانجی اونجا میگیره. حالا یا ی میانجی با لا میاد یا ی میانجی با ل میاد و اگرم این دوتا نبود که خود ایله هست و به تنهایی استفاده میشه. خب وارد جدول میشیم. قسمت اول اسم و یا کلمه است. ستون بعدی مربوط به پسوند جدیدی که یاد گرفتیم. ستون بعدی هم مثال هاست. با سبز رنگ تو ستون اول آرابا، توی ستون بعدی یه میانجی لا سبز رنگه و مثالش نوشته اوکولا آرابای لا گیدیوروم. چون حرف آخر این کلمه آرابا مثبته، یعنی آه، یه لا به خاطر اون گرفته، آرابای لا گیدیوروم. به مدرسه با ماشین میرم یا توسط ماشین میرم یا به وسیله ماشین میرم. در سطر اول تو مثال ها نوشته آیشه ل مرات ابلنیور. آیشه به خاطر اینکه آیشه حرف آخرش ا، اینجا یه میانجی و ل اومد. آیشه ل مرات ابلنیور، آیشه با مرات ازدواج میکنه. بعدی نوشته ماسادا کتاب لا کالم بار. اینجا هم کتاب به خاطر اینکه حرف آخر صدادارش قبل پ آ بود، همونجور که گفتیم حرف آخر صدادار در کلمه میشه آ، کتاب آ پ. اینجا لا گرفت، ل نمیتونه بگیره. همین تو مثال بعدی هم هست که با قرمز رنگ نوشته سینمایا آرکاداشیم لا گیتیم. این صحیحشه.
و سینمایا آرکادشیمله گیتیم اشتباه است. مثال های دیگرش رو هم چک میکنیم. این جدول خیلی راحته و فقط کافیه که شما به اصوات دقت کنید، ببینید کجاها ایله میاد و یا کجاها لاله میاد و در چه موقع هایی هم یه میانجی رو میگیرن. برمیگردیم به درس و تمرین 28. یرمی سکیز تمام لایالم 28 کامل کن. در این تمرین و این متن باید چای خالی کامل بشن. در اینجا متنی مربوط به نوه‌ای هست که در مورد مادر بزرگش صحبت میکنه و از مادر بزرگش تعریف میکنه و یه سری در مورد خاطرات مادر بزرگشه. متن رو کامل میخونیم و جاهای خالی رو پر میکنیم، چیزی که در درس های بخش چهارم یاد گرفتیم و چیزی که مربوط به این جدول بود توی این تمرین رعایت میکنیم. پاسخهای درست رو هم مینویسیم. صفحه بعدی و تمرین 29. یرمی دوکوز تمام لایالم 29 کامل میکنیم. در این تمرین کنار هر عکسی متنی مربوط به همون تصویر هست که با پسوندهای جدیدی که یاد گرفتیم باید جای خالی رو کامل کرد. مثال اول و عکس اول مربوط به دانش آموزایی هست که کنار یه اتوبوس ایستادن. Öğrenciler okula nasıl gidiyorlar? دانش آموزان به مدرسه چطور می روند؟ به اتوبوس جای خالی. اینجا باید بگید توسط اتوبوس. پس میشه اتوبوس له. له می چسبه به اتوبوس. مثال های بعد رو هم در تمرین 29 کامل میکنیم. تمرین بعدی و 30. اتوز تمام لیالم 30 کامل کنیم. این تمرین هم مانند تمرین قبلی مربوط به پسوندهای جدید میشه و مورد استفادهش در جملات متفاوت. این تمرین رو هم کامل میکنیم. مثال در سطر اول بیر کیم بن جای خالی گلمک استیو میشه که کی با من میخواد بیاد. پس اینجا اون پسوند به فاعل میچسبه، میشه کیم بنیم له گلمک استیو یا گلمک استیو. کی به همراه من یا با من میخواد بیاد. در مورد ضمیرها که چجوری پسوند ایله به اونا میچسبه، خب خیلی راحته. 6 تا ضمیر هست: با من، با تو، با او، با ما، با شما، با آنها. بنیم له، سنین له، اونون لا، بیزیم له، سیزین له، اونلار لا. فقط کافی این 6 تا رو حفظ کنید و همه جا میتونید از اون استفاده کنید. پاسخهای صحیح این تمرین رو هم می نویسید. اوتوز بیر یانیت لیالم 31 توضیح دهیم. در این تمرین 7 سطر هست که در هر سطر از ما سوالی پرسیده و باید پاسخ مناسب رو بنویسیم. دیش بیر دیشلرینیزه نیل فیرچالی ارسونوز.
دندانهایتان را نیله، یعنی با چی، توسط چی مسواک میزنید شما؟ شما دندوناتون رو توسط چی مسواک میزنید؟ باید اینجا پاسختون رو بدید و بگید با چیه. سطرهای بعد رو هم سوالایی که پرسیده باید پاسخ درست رو بنویسید. تمرین آخر و 32. اوتوزیکی، ایله، ایله یلشتیرلین. اینجا باید جاهای خالی رو توسط حرف اضافه درست کامل کنیم. منظورش اینه که از ایله باید درست استفاده کنیم و چجوری باید استفاده کنیم. در هر صد، در داخل نقطه چین ها کلمه مناسب و مربوط به کادر بالا همراه با پسوند درست ایله، همون تغییر یافته هاش که مربوط به اون کلمه میشه، باید استفاده کرد. مثال اول، پنج شد. مثال اول، بیر بو مکتوبو سنین کالمین ل یازدم. این نامه رو توسط قلم تو یا مداد تو نوشتم. پس از جدول بالا کالم رو برداشته و برای اینکه اون پسوند رو بتونه با کالم استفاده کنه فقط ل استفاده شد، به خاطر اینکه آخرین حرف صدادار توی کلمه ای بود و ل گرفت. چهار سطر بعدی رو هم با کلمات مناسب و پسوند های صحیح کامل میکنه. پاسخ های صحیح رو هم می نویسیم. بخش چهارم تموم شد و اگر سوالی بود مربوط به درس در قسمت ویدیوهای یوتیوب و یا ایمیل مربوط به زبان @irantr.com ارسال کنید. موفق باشید.